شعر و موسیقی در اوایل دهه 50 خورشیدی به حدی رشد کرده بود که از آن به عنوان عصر طلایی موسیقی پاپ ایران یاد می‌کنند. آهنگسازان، نوازندگان و شاعران جوان از دانشسراهای موسیقی فارغ التحصیل شده بودند و انقلابی در ترانه‌های نوین ایجاد شده. در همین ایام بود که آهنگسازی وارد تحول عمیقی شد و ترانه‌ها از فرم تک صدایی به چند صدایی تبدیل شدند. گزارش چهارم فرج بالافکن از روند تاریخی موسیقی پاپ ایران که در یک مجموعه 7 قسمتی با عنوان جویندگان شادی تهیه شده امروز به همین موضوع اختصاص دارد. در دهه 50 چهره جامعه دگرگون شده بود، همچنان که در موسیقی پاپ ایران. من به خاطر همست که قبل از این که شروع بکنیم کار موسیقی پاپ رو به طریق هارمونیزه مونوفونیک بود، کسانی که تحصیل کرده بودند در هارمونی و کمپوزیسیون این کار رو به صورت پولیفونیک انجام دادن. تأثیرش بسیار بسیار مفیدتر و زیباتر و علمیتر بود. بابک افشار یه قطعه داشت، قصه گوی پیر شهر، اون قطعه بود که من با دوستانم اجرا کردیم. قصه گوی پیر شهر بگذر آرام از کنارم. بدون شک ترانه های نوین که در اواخر دهه 40 با قصه وفا از پرویز مقصدی و شعری از ایرج جنتی عطایی آغاز شده بود، حالا با قصه دو ماهی به اوج خود می رسید. اما در این میان دستاورد وارژان چه بود؟ تمام خواننده و شعر و آهنگساز اینا مدیون وارژان هست. وارژان احساس خودش رو توی ملودی ها پیاده کرد. ملودی که دوست داشت واقعا ترتیبی میداد، ارنجمانی میکرد که آدم واقعا بیهوش میشد از این همه قدرت. شما نگاه کن توی قصه دو ماهی، این اولین آهنگی بود که روز عید ما ضبط کردیم. اون تحت تأثیر شعر شهریار بود که این قصه، این ملودی آمد و به این شکل آمد. ببینید، من یادمه که توی خیابون داشتم میرفتم سمت منزل، این ملودی رو دارم بهتون میگم که چجوری درست شد. این شعر رو داشتم زمزمه میکردم، یهو دیدم یه ملودی اومده که میگه واو، منم دارم داد میزنم. سیگار وینستون میکشتم، ماشین رو گذاشتم کنار، سیگار رو باز کردم، روش پنج خط تعامل کشتم، این نوت نوشتم. من اونجا قصه دو ماهی رو پایش ریختم. تقریبا دو سه روز هم طول کشید تا بقیهش رو درست بکنم. وقتی هم درست کردم گفتم واو، من چی کار خوبی کردم. و یا ماجرایی به دست آمدن اثری همچون یاور همیشه مؤمن. یک روز داریوش گفت فرید بریم منزل یکی از دوستامون. رفتیم منزل یکی از دوستای مشترکمون اونجا و داریوش گفت تو باش همینجا، من میرم برمیگردم اینا. رفت و بعد دو سه ساعت بعد زنگ زد گفت فرید یک قلم کاغذ بگیر. من قلم کاغذ گرفتم، این شعر یاور همیشه مؤمن بر من دکلمه کرد. گفتم شعر مال کیم؟ گفت مال آقای ایرج جنتی عطایی. یاور همیشه مؤمن، تو برو سفر سلامت، غم من نخور که دوری برای من شده عادت. ترانه رو گذاشتم روی پیانو و شروع کردم به کار کردن. شما باور بکنید که داریوش ساعت 11 12 شب اومد آهنگم تموم کرده بودم. گفتم که پس فردا من
زنگ میزنم به واروش، این کار کار واروش. یاوره همیشه مؤمن، تو برو سفر سلامت، غم من نخور که دوری برای من شده. یکی دیگر از دغدغه های واروژان علاوه بر آهنگسازی، کیفیت ضبط ترانه ها بود. از همین رو دستیار ویژه‌اش را مأمور رسیدگی به این کار کرد. اولین آهنگی که واروژان را خیلی تحت تاثیر قرار گذاشت و برای اولین بار من چهره شاد واروژان دیدم، آهنگ کندو بود. از یک ماه قبل از ضبط دائما با من صحبت میکرد سر این آهنگ و اونم صحنه ای بود که ابتدای آهنگ پرکاشنا نمادی از یک زنبوری که ناراحته و عصبیه و میخواد به هر شکلی از کندو بزنه بیرون و به در و دیوار کندو اصابت میکنه رو ما میخواستیم تو آهنگ در بیاریم. تنها تر از انسان در لحظه مرگ، ساده تر از شبنم رو سفره برگ، مطرود هم قبیله محکوم خویشم، غریبه ای تومه این کندوی نی. مرگ زود هنگام واروژان یکی از اتفاقات تلخ سالهای پایانی دهه 50 برای موسیقی پاپ ایران بود. دهه‌ای که همچنان سرشار از ناگفته هاست و در قسمت بعدی جویندگان شاعری برخی از آثار مهمان دوره را مرور خواهیم کرد. فرج بادافکن، BBC. این مجموعه گزارش‌های دیدنی فرج بالافکن رو میتونید در وبسایت ما هم دوباره ببینید اگر بخواید، در بخش هنر سایت BBC فارسی. عنوانشون هست جویندگان شادی. ممنون که با ما در 60 دقیقه امشب همراه بودید.